عظمت اجدری، خواهر غنیمت اجدری از کشته شده های هواپیمای اوکراینی، و رامتین فاتحی، پسر زنده یاد رامین فاتحی، از کشته شدگان اعتراضات زن زندگی همراه ما هستند. لطفاً عظمت جان، درباره اهمیت این نمایشگاه، نمایشگاهی که اسمش هست آنچه باقی میماند، برای ما بگید. در اینجا ما یادگاری هایی که از جان باختگان از اول انقلاب 57 تا الان به جا مونده اینجا نمایش میدیم و بسیار مهمه، چرا که همون جور که در جنایت های آرژانتین، در جنایت هولوکاست و در تمام این جنایت ها بازمانده ها همچنان دارن از این جنایت ها یاد می کنن و اون رو زنده نگه می دارن، ما هم نباید لحظه ای فراموش کنیم که چه بر ما گذشته و اهمیت دادخواهی رو نشون میده. تمام دنیا باید بدونه که در کشوری مثل ایران چه اتفاقاتی داره می افته، چه کشتاری داره می شه. شاید دریچه‌ای باشه برای اینکه کشورهای غربی به خودشون بیان و دست از حمایت جمهوری اسلامی بردارن تا نقطه پایانی بر این جنایت‌ها گذاشته بشه. رامین جان، شما فکر می‌کنید چنین نمایشگاهی چه اهمیتی داره و حسال خودتون رو درباره این نمایشگاه بگید لطفا؟ همینطور که عظمت جان اشاره کردن، خیلی مهمه این نمایشگاه که ما به جامعه جهانی، به جامعه غیر ایرانی نشون بدیم که مردم ما تو ایران زیر چه ظلم و فشاری هستن و خواهان آزادی و برابری هستن با شعار زن زندگی آزادی، و رژیم با کشتار، با تجاوز، با شکنجه عزیزان ما رو از بین برده، عزیزان، جانهای عزیزان ما رو گرفته، و ما اینجا با این نمایشگاه نشون میدیم که واقعا حق مردم ما این ظلم و ستم و این بیداد نیست، و امیدوارم که کسی بتونه صدای ما رو بشنوه. خب ما اینجا خانواده های دادخواه رو از 4 دهه جنایات و سرکوب جمهوری اسلامی در کنار هم میبینیم، از دهه 60 اوائل انقلاب تا هواپیمای اوکراینی آبان 98 و 1401. شما اهمیت این همبستگی گروه های دادخواهی رو با هم چطوری میبینید و چرا مهمه که این جامعه دادخواهی هرچی بیشتر با هم همبسته باشه؟ ببینید، خانواده های دادخواه، یعنی بدترین چیزی که باید به سرشون اومده و بدترین تجربه زندگی رو داشتن، در کنار هم دادخواه ها میتونن اتفاق بزرگی رو رقم بزنن، چرا که ما دادخواه ها نه دنبال شهرت، نه قدرت، نه ثروت، دنبال هیچی نیستیم، فقط باید حقیقت و حقیقت روشن بشه و عدالت در برابر تمام این جانباخته ها و تمام زندگی هایی که حتی از ما گرفته شده اجرا بشه. اهمیت دادخواهی و همبستگی دادخواهان اینقدر زیاده که میتونه واقعا اتفاق بزرگ و انقلاب بزرگی رو در یک کشور ایجاد کنه. رامتین جان، شما لطفاً از یادگاری های پدر گرامیتون که اینجا هست بگید. من متاسفانه به خاطر دوری از پدر، سالها از پدر دور بودم، یادگاری زیادی از پدر ندارم و تنها یادگاری پدر در حال حاضر پیش من ساعت ایشون هست و ایشون این ساعت رو به من هدیه دادن. من از ساعت خوشم اومد و ایشون از دست خودشون در آوردن و به من هدیه دادن. این عکس ها، این ساعت ها، همه اینها جون هایی بودن که جمهوری اسلامی از ما گرفت. جمهوری اسلامی یه انسان رو میکشه، یه زندگی رو خاموش میکنه، فقط اون زندگی نیست، ده ها زندگی دیگر رو بعد اون خراب میکنه، ده ها زندگی دیگر رو بعد اون به نابودی میکشونه، اون خانواده رو از بین میبره با این ظلم و ستمی که به عزیزان ما کرده. همه این عکسایی که شما اینجا میبینین، همه این اشیایی که مال عزیزان ما بوده، یه زمانی اینا جون داشتن، یه زمانی این اشیا رو استفاده میکردن و یه زمانی همه این عکس ها جون داشتن، یه زمانی همه این اشیا عزیزان ما روزانه ازشون استفاده میکردن و جمهوری اسلامی با خاموش کردن زندگی عزیزان ما، زندگی ما رم
لطمه زندگی ما رو هم تباه کرده، لطمه بزرگی به زندگی ما زده و امیدوارم این ظلم و بیداد زیاد طول نکشه و روز آزادی فرا برسه. من این سوال آخر رو میخوام از هر دوی شما عزیزان بپرسم. در آستانه اولین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی هستیم. میدونیم که سال گذشته در این اعتراضات هم صدها نفر از شهروندان در ایران متاسفانه به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. شما اهمیت این اولین سالگرد رو در چه میبینید، مخصوصا که این نمایشگاه هم در آستانه این سالگرد برگزار شده؟ من فراموش نمی کنم ماهای اولی که هممون در کنار هم جمع شدیم علیه یک دشمن مشترک. امیدوارم این سالگرد باز اون روزها رو به یادمون بیاره و باز اون یک پارچگی، اون همبستگی اتفاق بیفته و به یاد داشته باشیم که ما یک دشمن مشترک داریم. ما نباید در مقابل همدیگه قرار بگیریم، ما باید کنار هم باشیم برای از بین بردن اون دشمن مشترک. و از این جهت به نظر من خیلی اهمیت داره، چرا که یه جورایی نشون داد که مردم ایران دیگه اون رژیم رو نمیخوان. هر روز دارن کشته میشن، هر روز دارن شکنجه میشن، هر روز بدترین تجربه رو دارن در زندگی تجربه میکنن، به خاطر اینکه بگن ما دیگه به اینجامون رسیده، ما دیگه تحمل همچین رژیمی رو نداریم و باید اتفاقات بزرگی رخ بده. شما نظرتون درباره این اولین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی چیه؟ همونطور که همه میدونیم پارسال بعد از به خط رسیدن ژینا مهسا امینی توسط جمهوری اسلامی، مردم از سراسر ایران پا شدن و به اعتصابات و اعتراضات دست زدن و همه واقعا در کنار هم بودیم بر علیه دشمن مشترک. به نظر من باید تفاوت‌ها رو قبول کرد، به همدیگه، به افکار همدیگه، به تفاوت‌های همدیگه احترام گذاشت، تکثر رو قبول کرد و همه با هم یک صدا و همدل بر علیه این رژیم خونخوار مبارزه کنیم. و عزیزان ما واقعا از رو نیازمندی نرفتن اعتراض کنن، برای آزادی رفتن اعتراض کردن، خونشون به جوش می اومد وقتی می دیدن هموطنشون شکنجه میشه، زندانی میشه، بهش تجاوز میشه. اونا برای ما رفتن بیرون و ما صدای اونا باشیم و اونا رو فراموش نکنیم تا نابودی این رژیم خونخوار و برقراری آزادی و برابری. خیلی متشکرم از شما، عظمت اجدری، خواهر غنیمت اجدری از جان باخته های حاکمه اوکراینی، و رامتین فاتحی، پسر زنده یاد رامین فاتحی از جان باخته های اعتراضات زن زندگی آزادی.